متأشر إلى چه سوره بود این آیه؟ انبیاء. خب جزء چندمه؟ الجزء السابع عشر. لاحظ الآن شوف. اول صفحه چیه؟ مؤمنات. صفحه بعد چیه؟ ام اتخذو. صفحه بعد چیه؟ و هو الذی خلق الله. صفحه بعد چیه؟ قل انما اعوذکم. صفحه بعد چیه؟ قولوا فاتو و نوحا. و نوحا. ما شاء الله. الله پدرت حالا دعوات کرده یا نکرده؟ انا و ابی. سوال میفرمین که اگر برادر شما بخواد شما رو احیانا کتک بزنه شما چی کار میکنی؟ من اعتدا علیکم فاعتدا علیکم. ماشاءالله. اذا تألبت علينا دول الكفر ماذا نعمل؟ اگر دولت های مستكبر همه بر دور ما جمع میشن و میخوان ما را بزنن ما چه کار کنیم؟ جزاء سیئات سیئات مسلمون. ماشاءالله. بنفس السلاح لابد ان نرد عليه. هذا صحيح. باز هم سوال بفرمایید جناب حسین. اذا اردت ان تسال من تسال في المسائل العلميه الدينيه. اگر سوال علمی میخوای بکنی از کی میپرسی؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد. واقع مطلب در سیمای این میهمانان عزیز و بزرگوار ما واضحه که با چه دقتی این سوالات رو مطرح میکنن. فتعالنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. سأله ماذا تحب من الأغذية والأطعمة أجاب بهذه الآية الكريمة. چه لباسی رو دوست دارید؟ و لباس و تقوی و ذالک. الله اکبر. الله اکبر. سوال فرمودن که چهار پایانی که تا به حال شما دیدید کدام ها بودن؟ حالا اینم یک نوع سوال به هر حال. چهار پایان رو میفرمین توضیح بدید. بعد جواب سه و ترجم. و کلب هم باستون زاعیه بلوست. بهترین هدیه پدر برای بچه خودش چیه؟ فلولا نفع من كل فاقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما شاء الله. احسن هدية واحسن ادب يتقدم به اب لابن قال ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقه در الدين بفرمت هذا السؤال. پیام شما برای خانواده شهدا چیست؟ چه پیامی دارید برای این پدر بزرگوار و همه پدران؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. نظر در مورد علما چیست؟ انما يخشى الله من عباد العلماء. ماشاءالله. پیام شما آقا سید محمد حسین به اون کسانی که علیه امت اسلام، علیه انقلاب اسلامی، علیه مسلمون ها دارن توطئه میکنن و بعد اونها رو میخوان، برای اونها چه پیامی دارید؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
هل تبر بوالديك؟ آیا شما به پدر مادرت خوبی میکنی؟ خداوند در زمینه وصینا الانسان بوالدی احسانا. ارجو ان يخفف عليه لانه هذا نجم ان شاء الله ان شاء الله فيبنى هكذا بقليل يكفي ثلاث آيات احنا بنجيب حاجات كبار الحقيقه الاخ كرم قذاب الى ايران انا ما قصدت انا الى الان لم اذهب الى ايران بدي استمتع يعني شو بفهم انت يا دكتور دوره تشنگی در کجای قرآن اومده؟ دوره تشنگی ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله. ما شاء الله. میگه تو در بهشت تشنه نمیشی و عریان نمیشی. انک لا تظمأ فیها ولا تظمأ. ما شاء الله. عنایت بفرمین عزیز بزرگوارمون از میهمانان عالی قدر جمهوری یمن حالت شعف عجیبی دارن و به یکی دیگر از اعضای محترم این هیئت میفرماین که شما قبلا به جمهوری اسلامی ایران سفر کردی با اینها آشنا شدی من اولین بارمه و نمیخوام به همین راحتی بگذرم میخوام با ایشون مکالمه داشته باشم گفتگو داشته باشم ما هم در خدمت شما هستیم فی قوله تعالی بلدتون طیبه و رب غفور بلدتون طیبه این هی این بلده طیبه کجا بود؟ شهر طیب سبع 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 بل نه خیلی جالبه ایشون مایل هستن که سوالات رو ادامه بدن ما هم با اجازه نماینده محترم ولی فقیه اون دوتا خداوند متعال به جای دو بهشت اونها چی بهشون داد؟ عبدالقاف انا اکتره هو بقدم سؤال للقاضي احمد يعني اذا كانت الانابه الجائزه في اي شيء في الحج فانا اجي انيب في كل شيء انا انيب ما يعني على كل انا اذا كان هناك فرصه كردن بله عنایت بفرمایید یکی از عزیزان پیشنهاد دادن که از این قاضی محترمی که در خدمتشون هستیم آقا سید محمد حسین سوالی بکنن ایشان هم که بسیار فاکر و فهیم هستند احتیاط فرمودن و میفرمایند خوف این رو دارم که سوالی بکند و وضع معکوس بشود. حالا کجای قرآن 3 و 4 5 و 6 اومده کامپیوتر هستن تست کامپیوتری هم دارن یقولون ثلاثه و رابعهم کلبهم و یقولون خمسه و سادسهم کلبهم ان شاء الله برادر بزرگواری که سوال فرمودن جدا عرض کردم متخصص کامپیوتر هستن سوالی در زمینه همین موارد مطرح فرمودن شاید اگر به دستگاه خودشون میدادن یه چند صدم ثانیه بیشتر طول میکشید برای جواب دادن ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب من خواهش میکنم یکی دو مورد از اون لطائف رو هم خود جناب عالی در برخورد با بعضی از علماء بزرگوار موارد عجیبی داشتن ان شاء الله عنایت بفرمایید. بله در رابطه با شمارش آیا در رابطه با سه و شش و پنج عدد دیگه ما داریم تو جای دیگه داریم از قرآن که این آیات ذکر شده باشه در چه سوره ای هم؟ تعالاف من الملائکه منزلین. بله خب 5000 تان داریم. بله 5000 من الملائکه مسو 100000 تا یا بیشتر الا وصلناه الى 100000 او يزيد ما شاء الله صلواتی خط نفرمایید. بله یه چند هفته قبل حضرت آیت الله خزعلی حافظ کل قرآن به منزل ما تشریف برده بودن برای دیدن ایشون و امتحان کردن از ایشون و الحمدلله 3 جلسه ایشون تشریف آوردن و هر جلسه 1 ساعت از ایشون سوال می‌فرمودن. در پایان یکی از این جلسات ایشون فهمیدن که ما عید قدیر در تهران هستیم و انشاءالله
شما که تشریف میارید منزل ما، ایشون فهمن فلان ابرح الارض حتی یعذن لی ابی، نه اگر پدرم اجازه بده من میام خدمت شما. بعد حضرت آیت الله فهمیدن که من میخوام یک دست لباس خیلی خوب برای شما بگیرم و روز عید قدیر بر تن شما بکنم، شما دوست دارید این لباس رو لباس براتون؟ ایشون فهمید که و لباس و تقوا ذالک خیر، اگر لباس تقوا دارید بر تن من بکنم. ماشاءالله. جناب آقای طباطبایی، من میخواستم خواهش کنم چون این محفل با شکوه رو همکنون بینندگان عزیز و ارجمند ما در میهن اسلامی نظارگر هستند و بسیار مشتاق بودند که همراه با دیگر زائرین خانه خدا در این سرزمین مقدس حضور داشته باشند، از جناب عالی میخواستم خواهش بکنم که اگر توصیه‌ای برای پدران و مادران امت اسلام دارید در ارتباط با این عنایتی که خدای متعال در حق فرزند شما فرموده، این رو هم بیان بفرمایید که همه پدران و مادران بدانند که با این امانت‌های معصوم الهی چگونه باید برخورد کنند. بنده کوچکتر از اون هستم که میخوام توصیه‌ای داشته باشم، اما به عنوان اینکه به عنوان یک مربی قرآن، کسی که کار کرده در این زمینه، خدمت کلیه والدین محترم عرض می‌کنم که خودشون ابتداءً باید عنایت به قرآن داشته باشن. خود پدر و مادر باید در منزل قرآن بخونن. اگر پدر و مادری در منزل خودشون قرآن نخونن، نباید انتظار داشته باشن که بچهشون حافظ قرآن بشه، قاری قرآن بشه، معانی قرآن رو درک بکنه. من همینطور که ایشون الان با قرآن صحبت میکنه، تو منزل از آیات قرآن زیاد استفاده میکردم و ایشون هم به تبع یاد گرفتن. و مادر ایشون قرآن میخوندن هر روز. برای یک حافظ اینطور هست که هر روز باید یک جزء از قرآن یا بیشتر یا کمتر تلاوت کنه، و ایشون از اون موقعی که چشم باز کرده دیده ما در منزل قرآن میخونیم، رحلی داشتیم قرآن میخوندیم و به تبع ایشون هم یاد گرفته. من توصیه‌ام این است که خود والدین قرآن بخونن و قرآن رو یاد بگیرن.